سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم که یه روز خوبی رو شروع کرده باشی. ما سعی داریم رشته ورزشی تریکینگ رو به شما آموزش بدیم. تا به امروز چندین ویدیوی آموزشی پایه این رشته آپلود شده و اگه ویدیوها رو دیده باشی می‌دونین که بعضی از حرکاتش خیلی پایه و خیلی راحته و بعضی از حرکاتش هم کمی سخته. از اینجای کار به بعد بعضی از حرکت‌ها نیازمند یک هماهنگی اعصاب و عضله و یک قدرت بدنی نسبتاً خوبیه. اگه بخوای تو این رشته خیلی پیشرفت داشته باشی و از بقیه جلوتر باشی، نیازمنده که 3 تا فاکتور رو حتماً رعایت کنی: 1 آمادگی جسمانی، 2 آمادگی روانی و 3 آمادگی قلبی و عروقی. برای اینکه بتونی آسیب کمتری داشته باشی و پیشرفتت توی حرکت‌ها سریع‌تر باشه، نیاز داری که استقامت بدنی تو ببری بالا، قدرت بدنی تو ببری بالا و کلاً آمادگی جسمانی خوبی داشته باشی. آمادگی جسمانی به وضعیت سلامت جسم و توانایی فرد میگه. به بیان دیگه، آمادگی جسمانی مجموعه ای از فاکتورهای متفاوت از جمله قدرت عضلانی، استقامت عضلانی، استقامت حوازی، انعطاف‌پذیری رو ترکیب بدنی میگه. بنابر تحقیقات 150 دقیقه تمرین متوسط در هفته منجر به تغییرات چشمگیری در میزان آمادگی جسمانی می شود. تمرینات آمادگی جسمانی سلامت قلب و استقامت قلبی عروقی را به شکل خارق‌العاده‌ای تقویت می کند. انجام تمرینات آمادگی جسمانی حجم عضلات و متابولیسم پایه را افزایش می‌دهد. بنابراین با افزایش کالری سوزی احتمال چاقی رو نیز کم می‌کنه. در تمرینات آمادگی جسمانی باید 3 اصل رو رعایت کنید: اصل اضافه بار، اصل زمان و اصل تنوع در تمرین. هر جلسه تمرین نسبت به تمرین جلسه قبل باید سخت‌تر باشه، تنوع داشته باشه و طولانی تر باشه. آمادگی روانی یعنی چی؟ شما برای اینکه حرکات رو یاد بگیرین نیاز دارین که اول قبل از اینکه سراغ تمرین برین و داخل باشگاه شروع کنین به آموزش حرکت، نیاز دارین که اون حرکت رو ببینین و تجسم کنین، داخل ذهنتون بهش فکر کنین. هرچه یه حرکت رو بیشتر ببینی مطمئن باش تاثیرش برات خیلی بیشتره. تریکرهای بزرگ وقتی حرکتشون خیلی سخت میشه، همیشه دیدیم که تمرینات بدنسازی زیادی انجام میدن. بیشتر از تریکرها تمرکز زیادشون روی بالا بودن و قدرت پاهاشون میدارن. توی چه تریکی میشن عضله که فکر کنن همه درگیره عضلات پا. درسته که عضلات پا خیلی مهمن، اما اصلا فراموش نکنید که مهمترین عضلاتی که باید توی این ورزش تقویت بشه عضلات کور. عضلات کور عضلات میان تنه بدنه. کور به معنی هسته، یعنی عضلاتی که هسته بدن رو در بر میگیره، عضلاتی که مرکز ثقل رو درگیر میکنه. مرکز ثقل برای بانوان تمایل داره که کمی پایین تر، تقریبا 54% ارتفاع بدن از سطح زمین باشه، در حالی که برای مردان مرکز ثقل کمی بالاتر، تقریبا 56% ارتفاع بدن از سطح زمین داشته باشه. محل دقیق بین افراد مختلف فرق میکنه و بستگی به چگونگی پراکندگی جرم افراد داره. هماهنگی مرکز ثقل باعث میشه که بتونی بالا تنه و پایین تنه رو به صورت یک تیکه در بیاری. تو حرکات بطر خیلی مهمه که مرکز ثقل قوی داشته باشی. عضلات مرکز ثقل تقویت کردنشون کمی سخت، ولی خب تمریناتشون راحته. درسته ورزش تریکینگ یک ورزش پرتکنیک و نیازمند هماهنگی اعصاب و عضله، ولی حتما اینو فراموش نکن که نیازمند یک بدن قوی و یک پارچه. بعضی از تازه‌کارهایی که وارد این رشته میشن اشتباه میگیرن و فکر میکنن که برای قدرتمند کردن عضلاتشون باید برن باشگاه بدنسازی. باشگاه بدنسازی درست مفیده و شما میتونید برید دمبل بزنید و یه عضله رو قوی کنید، اما تأثیر خیلی کمی تو رشته تریکینگ شما میذاره. بدنسازی رشته تریکینگ کمی متفاوته و خیلی شبیه به بدنسازی رشته ژیمناستیکه، به کمک وزن بدن انجام میشه نه با دمبل و غیره. اگه میخواین این نوع تمرینات رو یاد بگیرید، ورزش کالیسثنیکس یکی از بهترین ورزش هایی که برای افراد ژیمناست و تریکرها خیلی به کار میاد. اگه دوست دارین با ورزش کالیسثنیکس آشنا بشین،
پیج CLB تیم رو حتما دنبال کنید. خیلی ویدیوهای آموزنده زیادی برای تمرینات بدنسازی و آمادگی جسمانی داره. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین و براتون مفید باشه. منتظر ویدیوهای خفن باشین.